جهان هستی هوایت را دارد. تبدیل ترس به ایمان. نویسنده گابریل برنستین، مترجم زهرا صادقی، انتشارات میلکان، راوی شیدا یوسفی. فصل سوم. همیشه هدایت می شوی حتی وقتی این طور به نظر نمی رسد. همینطور که همراه با درس‌های این کتاب سفر می کنید، به یاد داشته باشید که جهان کلاس درس شماست و مردم تکالیفتان هستند. هر تجربه‌ای که روی پرده سینمای زندگیتان می بینید به یکی از این دو گزینه می انجامد: یادگیری از طریق ادراک عشق یا یادگیری از طریق ادراک ترس. هر مثال یک مواجهه مقدس است و یک تکلیف معنوی عالی ارائه می کند. شما می توانید انتخاب کنید که شفا پیدا کنید یا در چنگال گذشته تان باقی بمانید. اگر تصمیم بگیرید با اشتیاق به شفا در تکالیف جهان هستی شرکت کنید، معجزه های زیادی سر راهتان قرار خواهند گرفت. اما اگر تمایلی به شرکت در این تکالیف ندارید، در داستان‌ها و تجربه‌هایی که برایتان نفعی ندارند گیر خواهید کرد. دوست من لنس مثال خوبی است. لنس در دوران رشد و بلوغش داستانی را که انتخاب کرده بود این بود که به اندازه کافی باهوش نیست. او در طول زندگیش سعی کرد این ترس را با پناه بردن به الکل، روابط مختلف، کار و انواع رفتارهای اعتیادی کنترل کند. بی‌حس کردن ترس او را به جایی نرساند. لنس در اوایل دهه سوم زندگیش دریافت که باید از این ناراحتی اجتناب کند. تصمیم گرفت هوشیاریش را به دست بیاورد و مسیر بهبودی را آغاز کند. من او را در اوایل دوره بهبودیش ملاقات کردم. از آن به بعد دوستان خوبی شدیم. در آن زمان 10 سالی می شد که من پاک و هوشیار بودم و از تمام حقه‌های ترس در اوایل دوره بهبودی و بازپروری آگاه بودم. بنابراین می توانستم شاهد تجربه‌های لنس باشم و طوری راهنماییش کنم که درس‌های جهان هستی را در این درد و رنج مشاهده کند. 2 سال از دوره بهبود لنس گذشته بود که وارد رابطه‌ای با یک خانم فوق‌العاده شد. این بانو بی‌نظیر بود. با لنس به خوبی رفتار می‌کرد و به عقایدش احترام می‌گذاشت. ویژگی جالب این خانم و آنچه لنس در ابتدا متوجه نمی‌شد این بود که شوخ طبعی او تمام ضعف‌های لنس را نشانه می‌گرفت. او همیشه با لنس در این مورد شوخی می‌کرد که او نمی‌تواند بلافاصله از جدیدترین اخبار مطلع شود یا از روی یک دستور غذای ساده آشپزی کند. این سر به سر گذاشتن ساده لنس را می‌آزرد. با اینکه دوستش شوخی می‌کرد و خوش می‌گذراند، این شوخی‌ها به ترس قدیمی لنس درباره باهوش نبودن حیات جدیدی داد. او این ترس قدیمی را در تجربه جدیدش فرافکنی کرد و تصمیم گرفت از دیدگاه ترس نگاه کند، نه عشق. لنس در حالی که بسیار غمگین و زخمی بود برای مشاوره پیش من آمد. او گفت قصد دارم باهاش به هم بزنم. ظاهراً در حد و اندازش نیستم. اون لیاقت یه نفر باهوشتر از من رو داره. من با حالتی چالش انگیز گفتم صبر کن مرد، داری چرند میگی، داری داستان ترس قدیمیت رو به راحتی فرافکنی میکنی.
اون در عرض چند دقیقه متوجه شد که چطور ادراک ترس رو در دوستش فرافکنی کرده. به حرفایم ادامه دادم و برای لنس توضیح دادم که این دوست تکلیف عالی جهان هستی است تا او با ترسش روبرو شود. وجود این خانم تصادفی نبود. زمانی در زندگی لنس قرار گرفته بود که او آماده شفا دادن زخم‌های کهنه و بهبودی کامل بود. تعهد لنس برای هوشیار بودن و هوشیار ماندن این پیام را برای جهان هستی فرستاده بود که لنس مشتاق است نقش بزرگی در زندگیش ایفا کند و ایمانش به عشق را دوباره به دست بیاورد. توضیح دادم که چگونه ناخودآگاهش درخواست شفای بیشتری کرده و جهان هستی آن را در اختیارش گذاشته است. آن هم به شکل زنی دوست داشتنی که آنقدر سر به سرش می‌گذارد تا او مجبور شود با ترسش روبرو شود. لنس ابتدا در برابر این مفهوم مقاومت کرد. خیلی دردناکه، نمیتونم باهاش روبرو بشم. لیاقت یکی بهتر رو داره. جواب دادم: آماده ای شاد و آزاد باشی؟ گفت: بله البته. گفتم: پس بهتره همین الان این تکلیف رو انجام بدی، وگرنه مدام توی روابط آیندت تکرار میشه. لنس به توصیه من عمل کرد. گام‌هایی رو دنبال کرد که برای شرکت در تکلیف جهان هستی پیشنهاد کرده بودم. احتمالاً تکلیفی هم منتظر شماست. شاید داستانی ترسناک از گذشته تان که آن را در زندگی کنونیتان فرافکنده اید. یا شاید مثل لنس حتی متوجه نمی شوید که باید با چیزی مواجه شوید. شاید تصور می کنید قربانی دنیایی هستید که می بینید و نمی توانید کاری درباره اش انجام دهید. خب، من اینجا هستم که این باور کذب را از بین ببرم. شما قربانی نیستید و می توانید شاد و آزاد باشید. اگر آماده سفر به سوی آزادی هستید، زمان آن رسیده که در تکلیف جهان هستی شرکت کنید. درسی از جهان هستی. جهان کلاس درس شماست و مردم تکالیف شما هستند. اینها گام‌ها یا مراحلی‌اند که درباره‌شان با لنس صحبت کردم. این مراحل را دنبال کنید تا روند حضور در تکالیف جهان هستی را آغاز کنید. گام 1: تکلیف را بشناسید و آن را با نامش بخوانید. اولین قدم این است که بپذیرید آنچه به ظاهر وضعیتی بسیار ناراحت کننده به نظر می رسد در واقع تکلیف جهان هستی است. به بیان دیگر شاهد دیوانگیتان باشید و آن را با اسمش صدا بزنید. ترس. سپس بپذیرید که ترسی که به این شکل نمایان شده است تمرینی عالی برای رشد و شفاست. عمیق و صادقانه به وضعیت رنجاور بنگرید و تمام افراد و موقعیت‌هایی را که باورهای ترسالود را تحریک می‌کنند شناسایی کنید. به خودتان احترام بگذارید، زیرا قدرت پذیرش ترس را دارید و فرار نمی‌کنید. به خودتان افتخار کنید که آن را به شکل تکلیف می‌بینید. ایمان داشته باشید که اگر برای پذیرش این تکلیف آماده نبودید، هرگز این کتاب را باز نمی کردید. هنگامی که تصمیم گرفتید چنین کتابی را بخوانید، ناآگاهانه قرارداد مقدسی را امضا کردید که می گفت آماده شفا یافتن و آزاد شدن هستید. گام 2: بپذیرید که نمی توانید از زیر بار این تمرین شانه خالی کنید.
گام دوم درباره پذیرش این است که نمی توانید از این تکلیف اجتناب کنید. فقط می توانید آن را به تعویق بیاندازید. اگر امروز قبول نکنید که تکلیف را بپذیرید، باز هم خودش را در رابطه ها و تجربه های جدید نشان می دهد. اگر آن را نپذیرید، دائم در برابرتان ظاهر می شود. در این موقعیت دو انتخاب دارید. می توانید از ترس پیروی کنید، همه چیز را رها کرده فرار کنید. گاهی به نظر می رسد این مطمئن ترین گزینه است. باور کنید این طور نیست. فرار کردن از ترس مثل دویدن دور یک میدان است. باز هم به جایگاه اولیه‌تان برمی گردید تا اینکه واقعاً آن را بپذیرید. بنابراین پیشنهاد می کنم به جای پیروی از ترس با وقار بر سر تکلیف حاضر شوید. یک بار برای همیشه تکلیف را انجام دهید. ایمان داشته باشید جهان هستی هرگز کاری را از شما نمی خواهد که توانایی انجامش را ندارید. گام 3. به احساساتتان احترام بگذارید. حضور در تکلیف جهان هستی نیازمند این است که مشتاق باشید با احساس درد ایجاد شده شفا پیدا کنید. خیلی از کسانی که در مسیر معنوی قرار دارند از این گام بسیار مهم اجتناب می کنند. تأیید ترس یا تلاش برای حذف آن بسیار ساده است، اما در لایه زیرین تجربه های دشوارمان خشم، تنفر و ترسی احساس نشده وجود دارد. با پذیرش وجود رنج، تمرین شفای آن آغاز می شود. بگذارید شاهد خشم، عصبانیت و تنفرهای پنهانتان باشید. در فصل دوم، داستانهایی را بررسی کردیم که در زندگیتان منعکس می کنید. حالا کمی زمان صرف کنید و احساساتی را که در پوسته زیرین آن داستانها زندگی می کنند، محترم بشمارید. در لایه زیرین تمام فرافکنی ها، ترسالود، زخم های عمیق و پنهانی وجود دارند که آنها را نادیده گرفته اید. زیرا از احساس کردن آن ترس قدیمی وحشت دارید. به جای اینکه به ترس اجازه حضور بدهید، آن را به افراد دیگر، شرایطتان و حتی بدنتان فرا می افکنید. بخش وحشت زده ذهنتان هر کاری که لازم باشد انجام می دهد تا شما را از احساس کردن این ترس منحرف کند. زیرا به محض اینکه آن را حس کنید، درمانش را آغاز می کنید. ما از روی عادت به ترس می چسبیم. متقاعد شده ایم که کتمان احساسات آزاردهنده من مطمئن تر است، اما زمانی که چیزی را سرکوب می کنیم، هر قدر هم از آن دوری کنیم، باز هم باقی می ماند. شاید مواجهه با عمیق‌ترین زخم‌های من ترسناک باشد، اما همیشه در سمت دیگر آزادی وجود دارد. هنگامی که سرعتتان را کم و از لحاظ معنوی گاردتان را باز می کنید، به راه‌های مقاومت در برابر شفا آگاه تر می شوید. احتمالاً متوجه می شوید که الگوهای اعتیادی چگونه احساساتتان را پنهان کرده اند یا انرژی بالایتان چطور شما را وادار کرده است که سریع تر حرکت کنید و شما هم هرگز سرعتتان را کم نکرده اید تا چیزی احساس کنید. این رفتارها شکل‌های ناخودآگاه مقاومتند. شفای حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که تمام حس‌های نهفته در زیر محرک‌ها را احساس کنید. به جای خاتمه دادن به رابطه، ترک کار یا اجتناب از تمرین‌ها، به خودتان اجازه ترسیدن و خشمگین شدن بدهید و تکالیف را کامل انجام دهید.
هنگامی که متوجه می شوید تکالیف جهان هستی شما را برانگیخته اند، با درد نفس بکشید. احساس درد باعث می شود که ترس از درونتان بگذرد و قدرتش را با خودش ببرد. اگر به خودتان اجازه لمس درد را بدهید، از ترس رها می شوید. به جای صرف کردن تمام انرژی برای اجتناب از ناراحتی، می توانید آن را احساس کنید. هنگامی که این کار را انجام می دهید، می توانید تکلیف جهان هستی را در آغوش بکشید و برای همیشه آن الگو را شفا دهید. در اینجا باید بگویم که وقتی این کار را عمیق‌تر انجام می دهید، احتمالاً احساسات و خاطرات گیج کننده ای را آشکار می کنید. اغلب وقتی برای حس کردن عمیق تلاش می کنید، خاطرات و احساسات تلخ و تکان دهنده به سطح می آیند. از این موضوع آگاه باشید و اگر این احساسات شما را از پا درآوردند، حتما به دنبال خدمات درمانی باشید. اگر فکر می کنید که می توانید به احساساتتان احترام بگذارید، این مراقبه ساده را انجام دهید. در فضای امن و راحت و بدون مزاحم بنشینید. برای انجام این مراقبه لطفاً به قسمت بعدی گوش کنید.